بله اتفاقا من بعد از صحبت با شما قصد دارم یه ویدیویی رو ضبط بکنم و تو پیج اینستاگراممون شیر بکنیم تمامی الزاماتی که در ابتدای سال مالی مهاجرتی استرالیا قرار اتفاق بیفته و بهترین استراتژی هایی که کلینت ها میتونن توی این مسیر داشته باشن. حتما توصیه میکنم که فرصت ما رو دست ندید. سلام، محمد بهرامی هستم، مشاور ارشد سازمان مهاجرتی پرشن مایگرنت. دوستان عزیز، همونطور که میدونید با شروع ماه جولای سال مالی و مهاجرتی جدید استرالیا شروع میشه. اول از همه در این ویدیو قصد داریم تا بگیم که از اول جولای قراره چه اتفاقات بیفته تا انتهای سال، و دوم و مهمتر از اون اینه که بهترین استراتژی هایی که شما در هر مرحله هستید چیه که انجام بدید که بتونه ضریب موفقیت پروندهتون رو تا حد بسیار ممکن بالا ببره. همونطور که خدمتتون عرض کردم شروع جولای مصادف با شروع سال مالی مهاجرتی جدید استرالیا. امیدواریم که امسال هم همه متقاضیان مهاجرت به استرالیا بالاخص کلینت های پرشن مایگرنت سال بسیار خوبی براشون باشه. دوستانی که منتظر دریافت اسسمنت، دعوتنامه و ویزا هستن کماف سابق بتونیم براشون خوشخبر باشیم. ما با تمام امکاناتی که شما نیاز دارید حتی برای تصورتون در خدمتتون هستیم تا این خدمات رو به کاملترین شکل ممکن خدمتتون ارائه بدیم. اما دوستان عزیز، در این ویدیو تخصصی در مورد ساب کلاس ویزاهای اسکیل ورکر استرالیا که 189, 190 و 491 هست داریم صحبت میکنیم. همونطور که میدونید با شروع سال مالی مهاجرتی استرالیا ظرفیت هایی رو اداره مهاجرت برای هر کدوم از این ساب کلاس ها اختصاص میده. طبیعتاً دعوتنامه 189 مستقل توسط دولت فدرال برگزار خواهد شد و راندهاش به طور نرمال چند بار در سال برگزار میشه. ما امسال در سالی که گذشت هم حتی در آخرین روزها هم راندی رو داشتیم که تعداد بسیار زیادی از کلینت ها موفق شدن تا دعوتنامه های خودشون رو دریافت کنن. اما برای ویزاهای 190 و 491 این ویزاها اسپانسر ایالتی هستن، یعنی اداره مهاجرت از امروز شروع میکنه ظرفیت های هر ایالت رو برای امسال به تفکیک بهشون اعلام میکنه. به فرض مثال ایالت نیو ساوت ویلز، ایالت ویکتوریا، استرالیای جنوبی، پرت یا وسترن استرالیا، شما اینقدر ظرفیت دارید که امسال این تعداد دعوتنامه صادر بکنید. حالا ایالت ها بعد از اینکه این ظرفیت رو گرفتن میان و بر مبنای مشاغلی که مورد نیازشون هست اعلام اسپانسری میکنن و چند راند رو در سال برگزار میکنن. اعلام زمان دقیق راندها توسط ایالت‌ها اتفاق نمی‌افته. ما بعضی وقتا سوالاتی رو می‌شنویم که خب فلان ایالت کی قرار راند برگزار بکنه. معمولاً ایالت‌ها زمانی که راند رو برگزار می‌کنن مشاغل و عرضم به خدمتتون که اون امتیازاتی که دعوتنامه گرفته شده رو می‌تونیم خدمتتون بازنشر بدیم و توضیح بدیم. اما سال مالی مهاجرتی شروع شده، فکر کنید از اول جولای این بودجه داره اختصاص داده میشه و شما قراره که با داشتن اسسمنت و نمره زبان EOI پر بکنید که وارد این رقابت بشید. تا این دوتا رو نداشته باشید واجد شرایط ثبت EOI و حضور در رقابت نیستید. پس استراتژی مهم اول اینه که ما بر مبنای توانمندی های خودمون یک اسسمنتمون رو تو شغلی که با توانمندی‌های ما سازگار باشه و بالاترین پتانسیل مهاجرتی رو برای ما داشته باشه گرفته باشیم یا اقدام بکنیم برای گرفتنش. دو، نمره زبانمون رو ارائه بدیم که حالا استراتژی‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم. البته یه نکته بسیار مهم برای دوستانی که تازه دارن کارشون رو شروع میکنن، این استرس رو نداشته باشن وای حالا من اسسمنت و نمره زبانم اول سال حاضر نشده پس دیگه نمیتونم این کار رو دنبال بکنم. نه، ما گاهن شاهد بودیم که ایالت ها در بازه های انتهایی سال مالی مهاجرتی هم اومدن و ظرفیت های مازاد رو از اداره مهاجرت گرفتن و مجدد ران برگزار کردن. اما ما اگر میخواییم پلن هدفمندی داشته باشیم اینه که بر مبنای شرایط خودمون بیشترین تایم و زمانی که میتونیم رو بذاریم تا ورود سریع‌تر به این رقابت داشته باشیم. این چه اتفاقی میفته با این استراتژی؟ این که به طور منطقی شما در یک بازه سال مشخص در راندهای بیشتری میتونید شرکت بکنید که میتونید شانستون رو ارتقا بدید. انتخاب شغل مناسب برای گرفتن اسسمنت یکی از مهمترین فاکتورهایی که مشخصاً یک مشاور و یک شرکت درست با سابقه بالا میتونه راهنمای شما باشه.
خیلی از وقتا بعضی از مشاغل صادقانه شانس بسیار بالایی برای مهاجرت ندارن و ما مشاغل جایگزین رو به کلینت هامون پیشنهاد میکنیم اگر امکان گرفتن اسسمنتش رو داشته باشن. پس حتما مشاوره تخصصی رو تو این زمینه از دست ندید. ما تو تمامی موارد مشاوره های حضوری آنلاین و قراردادهایی که داریم به تفکیک و با دیتیل خیلی بیشتری برای دوستان این موارد رو تشریح میکنیم. همه آپشن هایی که میتونن اقدام بکنن رو براشون میریزیم وسط تا در نهایت به یک اجماعی برسیم که بهترین شانس ما چی میتونه باشه. پس دوستان عزیز، اولین استراتژی و اولین حالت ما اینه که کلینتی کارش رو شروع کرده و نمره زبانش رو هم تو هر سطحی 50 65 یا 79 پی تی یا معادل اون تو سایر آزمون ها گرفته و تو این رقابت حضور داره. خب چند تا حالت پیش میاد. قدم اول، من امکان ارتقای امتیازم رو دارم. میدونید که ای آی هاتون میتونه آپدیت بشه، پس واجبه اگر میتونید خودتون که نفر اصلی پرونده هستید سعی بکنید برای ارتقای نمره زبانتون. 50 پی تی شما رو واجد شرایط میکنه اما بهتون امتیاز نمیده. 65 که به شما 10 امتیاز میده، طبیعتاً 79 20 امتیاز میده و آزمون ناتی هم فعلا برقراره و اون هم یک 5 امتیاز اختیاری رو میتونه به شما کمک بکنه. پس کسانی که اسسمنت دارن و نمره زبان گرفتن اگر میتونن حتما در جهت ارتقای نمره زبانشون تلاش بکنن. نکته دوم مختص همه عزیزانه، یا شما مجرد هستید یا متأهل. اگر مجرد هستید 10 امتیاز مجردی رو دارید. اگر متأهل هستید، همسرتون کمتر از 45 ساله 10 امتیاز میتونه بهتون کمک بکنه و اگر همسرتون بالای 45 ساله رو 5 امتیاز زبان میتونه بهتون کمک بکنه. کسی که همسرش کمتر از 45 ساله، این همسر میتونه با نمره 50 پی تی ای در هر مهارت یا 6 آیلتس 5 امتیاز کمک بکنه. 5 امتیاز زبان چه همسر شما کمتر از 45 سال چه بالای 45 سال باشه تفاوتی نداره. همسر میتونه آردی این 5 امتیاز رو به شرط ارائه نمره زبان به پرونده کمک بکنه. آپشن دوم، کسانی که همسرانشون زیر 45 سال هستن میتونن با گرفتن اسسمنت 5 امتیاز دوم رو به پرونده اضافه بکنن. ما داریم راجع به 65 امتیاز صحبت میکنیم. رو ویزای 190 شما با 60 امتیاز خالص هم میتونید واجد شرایط باشید و رو ویزای 491 با 50 امتیاز. پس دوستان عزیز، هر کدوم از این 5 امتیاز ها به وقت خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در موارد مختلف. پس اگر همسری کمتر از 45 ساله با 5 امتیاز اسسمنت نه تنها با نمره زبانی که گرفته 10 امتیاز به پرونده کمک کرده، بلکه خودش میتونه یک ای او آی مجزا ثبت بکنه. ما یک پرونده داریم برای زوجی که در دو شغل دارن رقابت میکنن و رقابت تو این شغل میتونه ضریب موفقیت پرونده شما رو گاهن تا دو برابر بالا ببره. پس همسران کلینتای عزیزمون یا دوستانی که میخوان این کار رو شروع بکنن، اگر که کار رو با ما شروع کردن که مطمئنن این توصیه ها رو از من و همکارانم گرفتن، اما اگر کار رو شروع نکنن همت کنن و حتما سعی بکنن که نقش ایفا بکنن در این پروسه مهاجرت. خب مجردا خدمتتون عرض کردم که 10 امتیاز رو دارن، اما حالا من دارم اسسمنت میگیرم یا گرفتم و هنوز نمره زبان ارائه ندادم. نکته مهم سوم، در ارائه نمره زبان وسواس نداشته باشید. شما باید حداقل به سطح 50 پی تی یا 6 آیلتس در هر مهارت برسید. اگر امتیازاتتون برای ثبت ای او آی تو هر کدوم از این ساب کلاس های 190 با 60 امتیاز خالص، 491 با 50 امتیاز خالص و 189 طبیعتاً با 65 امتیاز خالص به شما اجازه ثبت ای او آی رو میده، حتما اون نمره زبان رو در کوتاه ترین زمان بگیرید و به ما ارائه بدید، ما ای او آی رو براتون ثبت بکنیم. این استراتژی بسیار مهم که ما سالها راجع بهش صحبت کردیم و توصیه کردیم باعث میشه که شما اگر راندی برگزار بشه در شغل شما امتیاز کافی در بدنامه بگیره، شما با حضورتون توی اون راند در قدم اول شانسی رو از دست نمیدید. اما کلینت هدفمند میاد چیکار میکنه؟ با حداقل امتیازی که بهش اجازه میده خودش رو وارد رقابت میکنه و میره در جهت ارتقاء این امتیاز قدم برمیداره. پس کسایی که میخوان نمره زبان بگیرن، استراتژی اول اگر امتیازشون اجازه میده گرفتن 50 یا 65 و بعد از اون ارتقاء نمره زبانشون و که میتونه شانس بسیار بسیار زیادی رو بهشون در حقیقت داشته باشه. یه خلاصه و جمع‌بندی بخوام داشته باشم، دریافت نمره زبان بالاتر، استفاده از امکان آزمون ناتی، دریافت نمره زبان همسر، اضافه کردن امتیاز اسسمنت همسر و بالا بردن امتیازات تا حد ممکن برای چه کلینت مجرد چه کلینت متأهل میتونه که این شانس رو براتون ارتقا بده و از این ظرفیت
با ماکسیموم توانمندی استفاده بکنید. اما یه نکته هم برای دوستانی که هنوز کار اسسمنتشون رو شروع نکردن، بیش از 80% مشاغل در زمان ارزیابی نیاز به رنوره زبان ندارن. دوستان عزیز، ممکنه صحبت‌های مختلفی رو بشنوید، تجربه به من ثابت کرده که تا کار مهاجرتیتون رو شروع نکنید، خوندن زبان رو طیف زیادی از افراد جدی نمیگیرن. شما میتونید چند ماه بعد از استارت کارتون و زمانی که جواب اسسمنتتون هم میاد نمره زبانتون رو ارائه بدید. پس اگر هدفمند میخواید مهاجرت به استرالیا رو و ویزاهای اسکیل ورکر این کشور که معتبرترین ویزاهای مهاجرتی هستن رو دنبال بکنید، قدم اول اسسمنتتون رو بگیرید و هر چه زودتر این کار رو استارت بزنید. بعد از اون نمره زبانتون رو ارائه بدید و بعد از اون هم در جهت ارتقاء نمره زبانتون حتما تلاش بکنید. اما دوستان عزیزی که دعوتنامه هاشون رو دریافت کردن و تو این بازه میخوان پروندهشون رو لاج بکنن، مد نظر داشته باشن که هزینه های لاجمنت اداره مهاجرت استرالیا مثل سالهای قبل 1% خیلی کوچیکی افزایش داشته. در حال حاضر برای نفر اصلی پرونده $4,770، برای متقاضی بالای 18 سال $2,385 و برای افراد زیر 18 سال در یک پرونده هم $1,190 استرالیا خواهد بود. پرشن مایلت با کامل ترین تیم و ممکن آفیسرهای مجرد در بخش های اسسمنت، ای او آی و لاجمنت در کنار شماست تا گارانتی بکنه این مسیری که دارید پیش میبرید رو با حداقل ریسک های ممکن خودش. و همچنین خدمات بسیار گسترده ما در خاک استرالیا، دوره‌های اسکیل مکسی که به زودی خیلی کامل‌تر از دوره‌هایی که پارسال برگزار کردیم برگزار خواهد شد و کلیتامون هر چه توانمندتر وارد خاک استرالیا بشن، دیگه بحث خرید بلیط و تهیه مسکن و سایر موارد جز بدیهیاتیه که ما براتون توضیح میدیم. مشاوره‌های کاریابی توسط متخصصین در استرالیا و هزاران امکان دیگری که از همراهی با ما میتونید داشته باشید. پرشن مایلت شرکت ریشه داره و برای 18مین سال داره این کار رو همچنان دنبال میکنه بدون حتی یک روز وقفه. باعث افتخار خواهد بود که امسال هم مثل سالهای گذشته کلی خبر خوب برای شما عزیزانی که منتظر دریافت اسسمنتاتون، دعوتنامه‌هاتون و ویزاهاتون هستین داشته باشید. با ما همراه باشید، چون مطمئن ترین همراه برای شما تا آخر مسیر مهاجرتتون به استرالیا و بعد از ورودتون به استرالیا خواهیم بود.